از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این کشور به مأمنی برای سنی‌های تندرو به ویژه داعش تبدیل شده است. داعش نه تنها برای مردم و کشور افغانستان خطر به شمار می رود، بلکه این سنی‌های تندرو کشورهای همسایه افغانستان را نیز تهدید می کنند. این موضوع چندین بار از زبان مقام‌های ارشد و سیاسی برخی کشورهای اطراف افغانستان بیان شده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. مارات ایمان‌اوغلو، دبیر شورای امنیت قرقیزستان، در نشست گفتگوهای امنیتی اسلام‌آباد با بیان اینکه سنی‌های تندروی داعش در حال اجرای راهبرد تهاجمی علیه کشورهای همسایه افغانستان هستند، اعلام کرد که این گروه تروریستی قصد دارد حدود 7000 نیروهای خود را در مناطق شمال افغانستان مستقر کند. وی افزود راهبرد تهاجمی داعش کشورهای ایران، چین، روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی را هدف قرار داده است. او همچنین مدعی شد که سنی‌های تندروی داعش با استفاده از ناکامی سیاسی طالبان در افغانستان تلاش می‌کنند خود را به عنوان یک جایگزین قدرت در افغانستان به برخی گروه‌های قومی و مردم عادی معرفی کنند. دبیر شورای امنیت قرقیزستان تأکید کرد که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان زمینه‌ساز گسترش تروریسم است. مارات ایمان‌اوغلو افزود نگرانی کشورهای آسیای میانه از نفوذ گروه‌های تروریستی از افغانستان به این کشورها اتفاق تازه‌ای نیست، بلکه نگرانی است که با سلطه طالبان در اوت 2021 عمیقاً شدت گرفته است. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در همه جلسات سیاسی و امنیتی درباره تقویت داعش و دیگر شبکه‌های تروریستی، به ویژه گروه‌های تروریستی که مبدأ آنها در کشورهای آسیای مرکزی است، هشدار داده‌اند. دبیر شورای امنیت قرقیزستان در نشست گفتگوهای امنیتی اسلام‌آباد همچنین به رشد و گسترش فعالیت‌های گروه‌های افراطی با ریشه آسیای مرکزی و چین، نظیر جنبش ازبکستان، جنبش ترکستان شرقی و نیز داعش و القاعده اشاره کرد و گفت این گروه‌ها ایدئولوژی‌شان را در خاک افغانستان گسترش می‌دهند. گفتنی است با وجود تمام این هشدارها و ابراز نگرانی‌ها، مقام‌های حکومت طالبان افغانستان تأکید دارند که تمام تلاش خود را برای سرکوب داعش در افغانستان به کار بسته‌اند و ادعا می‌کنند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان کشورهای همسایه را تهدید نمی‌کند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.